خب تقریبا اواخر فصل تابستون هستیم، یه چند روز آینده با شهریور ماه خداحافظی میکنیم و وارد فصل زیبای پاییز میشیم. یه مدتی چند هفته زمزمه کبیر به گوشمون خورده، حتی خیلی از گروه ها اولین سفر کبیریشون هم استارت دادن و انجام دادن. اول فصل کبیر که میشه مصادف میشه با ورکشاپ ها یا همون به قول گفتنی کلاس های آموزشی کبیر. یکی از جذابترینشون میشه کلاس آقای استاد مهداد قزوینیان. امروز من محمد رضا آتمیکی به همراه تیم تولید محتوای تور اپ قراره بریم این ورکشاپ خیلی جذاب رو بهش بپردازیم. با ما همراه باشین چون میدونم یکی از اون سفرهای خیلی جذاب و باحال میشه. بچه ها بفرمایید داخل. دوستان آقای ظاهری، آقای علی بفرمایید داخل، یه صحبتی بکنیم، مقدمات آماده بکنیم، بالاخره 4 قرون ازتون پول گرفتیم قرار بشیم. خب دوستان امروز ایشالله بچه هایی که تشریف آوردن قبلا با ما سفر اومدن دیگه حرفه‌ای هن دیگه. امروز میخوایم یه برنامه حرفه‌ای بذاریم، بیشتر مسیر بزنیم. حالا چگونه مسیر زدن و چجوری بریم و این داستان ها رو تو حین رانندگی بهتون من میگم، اما کلیتش اینه که تو مسیر که ما داریم میریم حواستون باشه فاصلتون رو با هم دیگه حفظ بکنید و انقدر دور نشید که هم دیگر نبینید، انقدر نزدیک نشید که وقتی یه جایی ماشینی زد رو ترمز یه جایی تیغه ای رو رد کرد و پشت بهت بهش بکوبید. این حواستون باشه. ببینید این چیزی که مد نظرتون باشه تو مسیر زدن، تو مسیرهای طولانی حواستون باشه یه نگاهتون همیشه به جلوی ماشین باشه. این که همیشه با بچه‌ها میگم یه نگاهی به 50 متر 20 متر 30 متر جلوی ماشین، یه نگاهی کلی‌تر همیشه داشته باشید تو مسیر زدن، یه نگاهی مثلا هولوش 200 متر 250 متر در کلیت ماجرا بدونید که کجا می‌خواید برید. حالا ما امروز تو این مسیرهایی که ما میریم شما پشت سر من میایید، دقیقاً دقت کنید که من مسیر چجوری می‌زنم، کجا رو رد می‌کنم، کجا رو رد نمی‌کنم، اینو دقت کنید. این سبک رانندگی رو شما یاد بگیرید دیگه خیلی راحت میشه براتون. حالا تو ریگجن رانندگی بکنید، تو ریگستان، تو شتران، تو لوت، هر جا. هرچند این منطقه که ما الان داریم میریم کبیر مرنجا به گلان داخلش هستیم، از نظر شکل و حالتش بیشتر میخوره به کبیرهای آسیای میانه. کبیر لوت بیشتر میخوره به صحرای آفریقا. حالا این چه فرقی میکنه؟ این تو اون حالت توپوگرافی رملاست که فرق میکنه. توی ریگ جند یا مرنجا ما بیشتر چاله چوله داریم، تپه‌های کوچیک داریم، یعنی شما یه جایی میری بالا میای پایین پشترش یه رمل دیگه رفته بالا. یه مقدار رانندگی توی این مسیرها سخت‌تر از مسیرهایی مثل مثلا لوت یا شترانه، چون توی لوت شما فضا دارید، میتونید گاز بدید، سرعت بگیرید، مسیرتون رو انتخاب بکنید و گاز بدید و برید. اما اینجا دیگه نمیتونید شما گاز بدید، عملا شما تو دنده 1 و 2 هستید. ما معمولاً اون چیزی که آموزش میدیم شخصمون، شخص خود من میگم که همیشه ماشین رو تو کمک سبک بذارید. حالا که دوستان مثلا میگن که بذارید تو کمک سنگین، اون تجربه شخصی من میگه که شما تو بلند مدت وقتی میخواید خیلی رانندگی بکنید، مسیرهای طولانی برید، رانندگی خوبی بشید، بهتره که تو سبک رانندگی کردن رو یاد بگیرید که بتونید مسیر بزنید. یعنی تو سبک وقتی شما هستی باید حتما مسیر رو بزنید. تو سنگین شما میذارید تو سنگین و ماشین دیگه ماکسیمم فشار بهش میاد و هر طرفی رو بگیرید ماشین میره بالا یا میره یا نمیره دیگه. اما تو سبک شما باید مسیر بزنید، یعنی باید شناسایی کنید کجا میخواید برید. این باعث میشه که مسیر زدنتون بهتر بشه و ماشین همیشه سرگاز باشه و فشاری هم به ماشین نیاد. خوبیش اینه. حالا البته ماشینای جدید خب نسبتاً بهتر شدن. تو ماشینای قدیمی اگه یادتون باشه همیشه میزد، خود اون جلوی ماشین زده بود که اگه شما زیر اون آفتاب گیره، که اگه شما تو کمک سنگین هستی ماکسیمم سرعتتون نباید بیشتر از 40 کیلومتر یا 40 مایل فرض مثال باشه، به دلیل اینکه به گیربکس، به دف، به موتور فشار میاد، ماشین ماکسیمم فشار داره به ماشین میاد. اما تو کمک سنگین سبک شما میتونید تو دنده 1 و 2 و 3 و 4 با 140-150 تا هم حتی برید، مشکلی برای ماشین پیش نمیاد، ماشین میره. اما تو سنگین شما عملا تو این سرعت کم میمونید و بنابراین
یه خیلی از جاها رو شما باید دیگه برید تو 2، 3، و 4 تو سنگین و اگه دقت بکنید اصلا خود ماشین داره داد میزنه که به من داره فشار میاد، تمام ماشین داره بیلرز و به گیربکس ماشین داغ میکنه، دف داغ میکنه، گیربکس داغ میکنه، این خودشو نشون میده و بلند مدت شما اگه این کار رو انجام بدید به سیستم ماشینتون لطمه میخوره. اول اینجا گیربکسه، به دف لطمه میخوره، به گیربکس لطمه میخوره، به موتورتون لطمه میخوره. اینو باید مد نظرتون باشه. پس بنابراین ما همیشه تو کمک سبک رانندگی میکنیم تا جایی که شما یه چه گیر بکنید. حالا اگه گیر کردید اونجا به راحتی میذارید کمک سنگین و تلاش میکنید در بیاید. حالا یه 100 متر 200 متر اون مقداری که تو کمک سنگین میخواید برید و میرید، ماشین از اون جا نجات میدید، بعد دیگه خیلی راحت برمیگردونید به کمک سبک. یادتون باشه شما توی ماشینا، اکثر ماشینا اینطوری هست، وقتی از سبک میخواید به سنگین برید حتما ماشین باید استاب بکنه. حالا یه وقتی ماشینی هست که ایراد داره عملا، شما میتونید مثلا لق شده شما از سبک سنگین هم میری، اما این درست نیستش، باید حتما استاپ بکنید، مخصوصا ماشین جدید که دکمه ای یا اون حالت دنده ای رو دیگه نداره. اینو باید خیلی مد نظرتون باشه، مخصوصا تو ماشین ربو اینو حتما یادتون باشه، شما باید استاپ بکنید ماشین از سبک بری سنگین، بعد دوباره حرکت میکنید. بعد حالا مثلا تو ویگو شما میتونید از سنگین برگردید تو سبک، این امکانش هست، اما بهتره که وایسید خلاص کنید بزنید سبک، بعد ادامه مسیرتون رو بدید. ما تو مسیرهایی که میزنیم معمولا چون ماشینایی که ما میبریم سفرهای طولانی مدته و ماشینا سنگینن، معمولا سعی میکنیم که تو مسیرهایی که میریم تا اونجایی که امکان داره شیبرزی نزنیم، تیغه عوض نکنیم، چون من تو تجربه خودم اینو دیدم، خیلی راندهای خوبی هم بودن، یه اشتباهی یه جا کرد و ماشین چپ شد، این اصلا چیز عجیب غریبی نیستش و ماشینی که استانداردش فرض مثال یه تن و نیمه، 2 تنه، الان شما تجهیزش کردی شده 3 تن، اون موقع دیگه شما باید دقت بکنید کجا رو چجوری میرید. خب اگه سوالی چیزی دارید ببین، ما اصولا پایه آموزشمون رو کمک سبکه، میگیم شما باید کمک سبک رانندگی کردن یاد بگیرید، چون تو کمک سبک شما باید مسیر بزنید. وقتی سنگین میذاری دیگه مسیر زدن اینقدر برات به نظر مهم نمیاد، چون ماشین آخرین زورشو داری میزنه و شما هم حالا هر طرف رو میکوبی و سپرت کنده میشه، نمیدونم سینیر کنده میشه، میزنی میری، میدونی؟ و تو اون حالت به ماشینت فشار میاد. ما همیشه میگیم چرا اکثر کسایی که رانندگی میکنن ولی میرن توی لوت یا کبیرهای مثلا مثل ریگجن اتفاقات عجیب غریب به ماشینا میفته، بدنی که اونجا ماشین فشار آنچنانی بهش میاد. شما تو کمک سبک فشاری به ماشینت نمیاد، دنده درست داری میری، وقتی گاز میخوره میری دنده 3 ماشین سرگاز میری، وقتی میری نمیری میری دنده 2 دنده 1 گاز میری ماشین دور موتور 4000 4500 5000 ماکسیمم دیگه ماشین اونجا رو میره. اما وقتی سنگین بذاری تو سنگین اولا شما دیگه نباید بیشتر از سرعت 40 50 کیلومتر بری، نه که نره، حالا ماشین جدید میره شما میذاری کمک سنگین باید 140 تا هم میری، اما پدر گیربکس و موتور و تمام اینا در میاد، میدونی دف در میاد، داره فشار میاد، اون برای اون کار نیستش، اون برای اونجاست که شما یه جایی توی باتلاق گیر کردی، یه جایی توی رنبت گیر کردی، یک ضعیفه، تپیدی ضعیفه، اونجا میذاری سنگین نیشگاه آروم یا با 2 اصلا حرکت میکنی. خیلی جا شما تو سنگین با 2 حرکت کنید که فشاری نیاد، ماشین نکنه بره پایین، چون تو 1 که میذاری ماشین میکنه میره پایین، خیلی سرگاز آروم با حوصله در بیای میای. وقتی سبک یاد بگیری دیگه تو سبک دیگه گازش میدی 90 تا میری، 100 تا میری، 120 تا میری، 130 تا میری، سرعت میگیری میری. و البته این سرعتی که من دارم به شما میگم، ببینید شما تو جاده آسفالت این اتفاقات افتاده، ما دیدیم الان شما یه نگاه می‌کنید مثلا یکی فیلم می‌ذاره، یکی شیبیر با 200 کیلومتر میاد پایین، خب 200 کیلومتر شما میتونی بیای، مشکلی نیست، میدونی، اما احتمال بده تو اون 200 کیلومتر داری با اون سرعت اون شیبو میای پایین، یهو مثلا لاستیک در بره پیچاش ببره بیاد، یا مثلا لاستیک بزنی، اون موقع چیکار می‌خوای بکنی؟ عملا دیگه شما هیچ چیزی دستت نیست، اون موقع ماشین از اون بالا 200 کیلومتر از آخر قلقل می‌خوره می‌میری. این کشتهایی که تو این سالا ما دادیم دیدید، قطع نخا دادیم، یارو الان 10 ساله از گردن به پایین تو همین مرنجا قطع نخا شد، افتاد تو خونه، همه میان اون قسمت‌های بال و شیرجه زدن و پرش گردنه رو می‌ذارن، یه دم هندونه زیر بغلش می‌ذارن، آفرین و دست می‌ذارن اینا، اما کسی نرفته از اون
کسی که قطع نخواه شده 10 سال تو خونه خوابیده مادرش بعد ازش نگهداری کنه یه فیلم از اون بگیره، یا آقا داداش تو چی شد داستانت، یا آقا مادر ماشینو مثلا بکشی اینا تو اتاق مرنجا افتاد ماشینو بوکسول کردن یارو از ماشین خودش پرت شد بیرون مون زیر ماشین خودش، طلوت دوستان خودمون موندن زیر ماشین خودشون کشته شدش، نمیدونم از این اتفاقا زیاد افتاده. خب اینو کسی نمیبینه، میدونی همه اون قسمت قشنگه رو میبینن که ای آقا مثلا تو قیف شیطون یارو میره و میچرخه میچرخه و پرش میکنه بعد پشت سرش 5 دفعه هم چپ کرده. خب اگه میخواید اونجوری کار بکنید تو اون سب راندهی بکنید، اصلا اشتباه این دو ماشین خریده، میرید از این ماشین های مبریک از این چارچرخاک میخرید که خیلی قشنگ گارد داره و نمیدونم تجهیزات داره، کلا هم سرت میذارید چهار تا کمربندت هم میبندی برو خودتو بکش، هیچیت هم نمیشه، هیچیت هم نمیشه، میدونی اون انجام میده. اما اینجا با این ماشین های استاندارد برای این کار نیست، این ماشین استاندارد اینه که شما سیف هر جا رو بری مسیرهای طولانی خوب رو بزنی، هر مسیری که اون یارو تو شیورزی داره ملق میزنه رد میشه شما با یه خورده فکر میتونی با حساب کتاب اونجا رو رد بکنی بدون اینکه ماشین رو تو اون حالت خطرناکی قرار بدی. البته باز میگم شما باید یاد بگیرید که کجا شیورزی بدید، چون یه جایی مثلا توی لود مجبوریم زیگزاگ بزنیم، هر کدوم از این زیگزاگ که بخوایم به اون ارتفاع برسیم خب هر کدوم از اینا یه شیورزی میشه، درسته؟ خب اون باید بلد باشی هر جا دیدی که ماشین دیگه نمیتونه بکشه دیگه اشتباه نکنی سر ماشین تو بدی رو به بالا. این یه چیزی که تمرینیه، شما اگه مثلا یه جا وایساده باشی الان فرض مثال شما تشریف بیارید اینجا ببین الان مثلا ایشون، خب الان ایشون وایساده، خب اینجا وایساده، من اگه بخوام ایشون رو هول بدم به طور طبیعی بدن ایشون دستور میده که یه مقاومتی به برعکس اون فشاری که من میارم میکنه دیگه. دقیقاً تو رانندگی هم شما وقتی فرمون تو دستته شما ماشین داری چپ میکنی اینور، مغزت میگه چیکار باید بکنی برگرد اونور، فرمونی میدی اینور، دقیقاً همونجاست که شما چپ میکنی. میدونی اگه یه حرفه‌ای باشه وقتی داری میبینی که ماشین داره بلند میشه دیدی راننده حرفه‌ای فرمون رو به سمت همون جایی که ماشین داره بلند میشه به سمت شیب میدن، یعنی الان ماشین داره میریم داره سر بیجری میچرخه بلند شه، وقتی بلند شد شما اگه فرمون مخالف بدی ماشین 100% چپ میکنه، اما فرمون رو بدی اون طرف یه گاز کوچولو هم بدی ماشین دوباره میخوابه و ادامه مسیر میده. این فرق یه آدم حرفه‌ای با یه دونه آدم ناشیه دقیقاً تو اینجا. اینو بعد حالا این کجا به کار میاد؟ این اونجا که شما تو شیورزی داری میری میبینی که ماشین نمیکشه دیگه داره زورش میفته یا ماسه پوکه، خیلی وقتا این انقدر با شما سریع باشید که دیگه سریع فرمون بدید پایینو یه دنده معکوس هم بکشید ماشین سر ماشین بدید پایینو یا آروم گاز بدید ماشین مسیر رو دوباره اصلاح کنید یه مسیر دیگه برید. این خیلی مهمه، این فرمون تو دست بودن و سریع فرمون دادن و دنده دادن خیلی مهمه، باید حواستون جمع. این حالت ورزش توری یا حالت یه مثل یه موتور سواری که سوار موتور شده دیگه آنم باید تصمیم بگیری، شما هم اونجا آنم باید تصمیم بگیری، منتها ما یواش یواش این کار رو شروع میکنیم، یعنی یواش یواش میریم جلو بعد مسیرهای صافتر میریم اون شیبایی که میخوایم بریم اون صاف بریم بالا صاف بریم پایین، بعد یواش یواش داخل این میندازیم یه جایی شما شیبرزی هم میزنی یه جا هم یه تیغه هم میزنی که شما بدونی که تو اون حالت چه ماشین چه اتفاقی میفته. اتفاق به خود من افتاده که با یه لنکروز تروپی یه شیبی رو رفتم بالا، خب سرعتم خیلی هم کم بود، اون ور شیب یه دیواره بود، یه دیوار بود رملی حالت کلوتی، خب اگه میخواستم گاز بدم میرفتم میخوردم به اون دیگه و یه جوری هم بود که بعد شیورزی گاز میدادم، منتها من یه لحظه وقتی اومدم بالا اون دیوار رو دیدم یکم بغلم نشسته بود، من بعد فرمون یه خورده میدادم مثلا یه گازش میگرفتم، حالا اون یا میشد یا نمیشد، اونم باز تو یه ماشینی مثل مثلا لنکروز سری 70 داستانش فرق میکنه، یه مقداری تعلل کردم و گفتم بذار ماشین نگه دارم، زدم رو ترمز، ماشین سنگینیه عقب کلی بنزین و آب و تجهیزات و اینا داشتیم، همون که زدم رو ماشین، ماشین یه تکون اینجوری خواست ماشین بلند شد به بغل خوابید، اصلا یه چیز عجیب غریب خوابید و ما هم سریع پریدیم پایین و اول فکر کردیم که این گالونا الان آتیش نگیره این داستان و اینا که خدایش چیز نشد ماشین رو صافش کردیم. میخوام بگم یعنی خیلی جا شما تو طبیعت دارید میرید این یه فرمولی نیست، شما دیوار مرگ صاف نیستش که برید توش هی بچرخی و مردم هم بالا برد کف بزنن، میدونید تو هر رملی یه چیزی پشتش هست، البته توپوگرافی رمل و ماس و اینا یه کلیتی دارن که اینا شما انشالله یاد میگیرید یا میدونید، شما یه رملی ما یه یالی داریم میره بالا بعد ماسه میرزه پایین، این کلیتش ما میدونیم که شما باید همیشه
پیش خود فکر بکنی که الان تیغه رو رد میکنم، اون پشت دیگه میتونه یه دیوار صاف باشه که شما نباید انقدر سرعت داشته باشید که ماشینتون پرواز بکنه، بعد از اون بالا بره بالا، بعد خب موتور سنگین بیاد اینام شیب میخوره این شکل با سقف برمیگرده پایین. این اتفاق شاید بگم تو همین مرنجابش 100 دفعه شده، ماشین چپ کرده به این شکل، خیلی هم خطرناکه. اینو باید شما یه جوری گاز بدید که همون تیغه رو رد بکنید، همم گیر نکنید. حالا اگه گیرم کردید مهم نیست، خیلی راحت از پشت میگیریم میکشون میبینید، بهتر از چپ کردنه، بهتر یه حادثه دادنه، بهتر یه پرواز بلنده. میدونید اینو همیشه شما باید دقیقا بهش فکر کنید و دقت بکنید و بشناسید، یعنی رمل رو نگاه کنید. همینجوری نشینید آسمون رو نگاه کنید، رمل رو نگاه کنید ببینید خب اینجا که رمل پشتش یه جوریه. ما یه جایی شما تیغه هستش مثلا امسال رفتیم یه حالت این شکلی داره، خب خیلی قشنگ میاد و نرم ماشین میاد بالا و گاز میدی و بعد میری پایین. یه سال دیگه ما رفتیم این به این شکل شده، اینجا اومده ماشین، بعد اونجا خب پلاستیک جلو که رو حواس، بعد چپ سر ماشین چپ، سرعتمون مناسب بوده، نه ماشین گیر کرده اینجا، نه هم که پرواز کرده، قشنگ بلند شده با خود گاز داری رفته. وقتی هم که میای پایین نیش گاز میدی و میری. شما اینم باید باز یاد باشه تو ماسه‌های بلند، تو مثل لوت یا جای دیگه که ماسه‌های دیوارهای بلندی داره، شما وقتی شیبو که میری پایین، حالا این شیب پایین رفتنه متدای مختلف داره، اینم به مرور یاد میگیرید. شما میتونید از همون اولش با سرعت خیلی کم برید، یعنی یه نیش گاز بدی ماشین یه ذره تو ماسه فرو میره، بعد یه گاز میدی همینجوری ماسه رو له میکنه و میرید پایین. شما این خیلی مطمئنه تو دنده یک سبک میتونی بری، میتونی بذاری تو دنده دو سنگین یا دو سنگین تو دنده دو بریش، مشکلی نیستش. خون سردتون حفظ کنید، احتمال داره ماشین بازی کنه تهش بچرخه. وقتی تهی ماشین چرخید سر ماشین رو جهت مخالف چرخیدن، اگه اینور چرخیده اینور میری، اگه اینور چرخیده یه خورده اینور میری، یه خورده فرمون میدی، یه ذره گاز میدی، ماشین صاف میشه میره. اینم تو ماشینا فرق میکنه با هم. فرض مثال تو تروفی این داستان یه مقداری پیچیده‌تره، چون ماشین خودش بلند هست و طولانی هم هست و اینا، یه مقداری این داستان متفاوته. تا یه هایلوکس مثلا خوابیده پایین یا یه پرادو یا یه لندکروزر 100 راحت تر اونو میره پایین. یه وقت میاد نه شما اصلا بالا میای پایین و همون اومدی گاز و میدی و میری 2، 3 و 4 و گازش میگی برو. حالا شما تا 200 کیلومتر هم میتونی بری. مون تا داستان اینه که اون ته شما وقتی سرعت خیلی زیاد باشه به این شکل دیگه، این یه زاویه ای داره. وقتی سرعت هر چقدر بالاتر باشه این زاویه رو دیگه نمیتونی شما بگیری و کله می میخوره اینجا. که این اتفاق هم افتاد مثلا با که دوستای ما افتاد، پارسال ماشینش شاسیش وسط شکست، ماشین جدا شد. خب شما نباید این اتفاق برای شما بیفته. شما یه مسیر رفتی میخوای 2000 کیلومتر، 3000 کیلومتر، 4000 کیلومتر، 8000 کیلومتر بیا برو رانندگی کنی، بعد اول سفر یه همچین اتفاقی میفته، کل سفر همه رو خراب میکنه. حالا ماشین با چه بدبختی باید ببری بیرون، میدونی پیچیده میشه. اما